مت اکسیر و کیمیا صبح خواهد شد، بکشتیم و دادیم و به این کاسه ها آسمان هجرت خواهد. شعر برای ایرانیان همیشه آنچنان بوده که در قلب و جانشان نفوذ کرده است. ایرانی سالیان سال است که با شعر آشناست، که فضای فرهنگیش همیشه انباشته از شعر بوده و نیز همین شعر بوده که در ستمهای تاریخی بیشماری که بر او رفته به نجاتش آمده و فرهنگ و زبانش را از نابودی رهانیده است. ایرانی می داند که شعر حکایت حضور انسانی او در این جهان است و از همین رو حکایتگرانش را دوست می دارد. احمد شاملو الف بامداد از جمله این حکایتگران است که ایرانیان بسیار عزیز و محترمش می دارند. او که حدود 70 سال دارد، بیش از 50 سال است که برای هرچه بیشتر شکوفاندن شعر و فرهنگ ایرانی تلاش می کند. از مجموعه آثار او که تا کنون به چاپ رسیده و یا آماده چاپ است، می توان از 15 مجموعه شعر، 32 جلد کتاب کوچه، 4 کتاب تحقیقی، 2 کتاب داستان، 10 ترجمه، 10 کتاب شعر و داستان برای کودکان و نشریات مختلف از جمله ایران شهر، کتاب هفته، خوشه و کتاب جمعه نام. سلام علیکم. سلام علیکم. سفر خسته کننده بود. وحشتناک بود. 10 ساعت تاخیر داشت. احمد شاملو در ماه مه امسال به دعوت انتشارات آرش و برای ضبط داستان‌های برای کودکان ایرانی در خارج از کشور که به نظر او با زبان و فرهنگ ایرانی تا حدودی بیگانه ماندند و نیز شرکت در چند جلسه شعرخوانی به سوئد آمد. آن روز در این وادی پاتاقه گشادی، مرده ای اینجا در خاک نهادی، چراغش به پفی مرد و ظلمت به جانش در نشست، اما چشمنداز جهان همچنان در روز جهان شناور ما. مردگان در شب خیش از مشاهده بی بهره میمانند، اما بند ناف پیوند همدان در به جای واگرد و به دیروز نگاه کن، آن سوی پرداها بود که جهان به آینده. انسان زاده شدن تجسد وظیفه بود، توان دوست داشتن و دوست داشته شدن، توان شنفتن، توان دیدن و گفتن، توان اندوهگین و شادمان شدن، توان خندیدن به وسعت دل، توان گریستن از سویدای جان، توان گردن به غرور برافراشتن در ارتفاع شکوهناک فروتنی، توان جلیل به دوش بردن بار امانت و توان غمناک تحمل تنهایی غریان. انسان دشواری. شاملو پیش از ترک سوئد و بازگشت به ایران و با آنکه هنوز از بیماری در رنج بود، در گفتگوی به پرسش های ما پاسخ داد. اجازه بدین من اولین سوالم رو اینجور مطرح بکنم که شما به جهان و زمانی که در اون زندگی میکنین چطور نگاه میکنین؟ جواب این است که جهان و زمان همونیست که همیشه بوده، یعنی همچنون روندی رو ادامه میده که انسان از ما قبل تاریخش گرفتار طی کردن آن هست. میگم گرفتار چون به هر حال این روند به هیچ وجه روند دلچسبی نیست و آدمیزاد در حقیقت به صورت گروهی محکوم به اعمال شاقه به طی آن مشغول، مراحلی که مارکس به درستی برشمرده و چنون که میبینیم به صورت حلقه های دوره به دوره تنگ تر شونده‌ای به روزگار ما رسیده که از همیشه تلخ‌تره و ما هم روزگارانش از هر دوره تاریخی دیگری پریشان روزگارتر و مستعصلتر و ناامیدتر به زندگی ادامه می‌دهیم. من تخصصی البته در این مسائل ندارم، اما فکر می‌کنم
هیچ بیماری رو با امیدواری قلابی نمیشه علاج کرد و متاسفانه میبینیم تاریخ که از نخست بیمار به دنیا آمده تا امروز روند درد کشش رو طی کرده و مسکنها هم درش کمترین تأثیری نبخشیده. حالا به شعر بپردازیم. شما برای شعر چه تعریفی دارین؟ خب برای شعر نمیشه یه تعریف زمان شمول عنوان کرد. خود ما در همین 50-60 ساله اخیر در قلمرو زبان فارسی به تغییرات عمیقی برخوردیم تو سویر شعری جامعه. موضوع زیاد ساده ای نیست و تو چند کلمه خلاصش نمیشه کرد. از اون جمله گفتن چون اصول هنر متغیره نمیشه ازش مانند مقولات علمی یه تعریف مشخص به دست داد که جهان شمول هم باشه. چگونه رابطه ای میان شعر و سیاست فکر میکنی که هست و یا اینکه اصلا باید باشه؟ راستش این رابطه مثل رابطه بین نخود پخته است با کلاه سیلندر، یعنی هیچ جور رابطه‌ای بین این دو تا نیست، چون هدف شعر در حقیقت یعنی در نهایت امر نجات جامعه بشری از طریق عشق انسان به انسان از مهلکه‌ای که سیاستچی‌ها به بهانه انواع و اقسام نظریه‌های ایدئولوژیک منتها برای تثبیت قدرت‌های فردی یا گروهی خودشون پیش پای جوامع مختلف بشری حفر میکنه. شاعر عشقی رو تبلیغ میکنه که در راهش از جان میشه گذشت. درباره شعر امروز ایران میخواستم سوال بکنم که شما نظرتون چیه، خصوصا در مقایسه با شعر امروز جهان؟ قضاوت این امر شاید بتونم بگم بسیار مشکل، دست کم برای من که دیگه فرصت زیادی برای اینجور کنجکاوی ها ندارم. اما یک مسئله هست و اون وجود این امتیاز برای شاعران عصر ما به خصوص برای جوانترها که میتونن به قله های شعر جهان دسترسی داشته باشن و از این راه گنجینه دانسته ها و آموخته هاشون رو تا حد ممکن پربار کنن. این امتیازی است که به ندرت تا 100 سال قبل برای شاعران قلمرو زبان فارسی پیش می آمد. شعر امروز دیگه در هیچ جای جهان بومی عمل نمی کنه و یک پارچگیش در همین به اصطلاح اسموزی عمل کردن اون بازار بدهکستان جهانی. ما از هم می آموزیم و به هم یاد می دیم، در نتیجه عقب موندنمون از شعر جهان اصلا قابل توجیه.